بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالیم که در سال 1400 در اولین پنجشنبه افتتاح پنجشنبه ها رو در سال جدید آغاز کردیم و انشالله تا آخرین فرصت این دولت که آخرین فرصت ما پنجشنبه عید سعید قدیر خم انشاءالله خواهد بود، به حول و قوه الهی این افتتاح ها رو ما ادامه خواهیم داد. این افتتاح ها علامت بسیار خوبی به عنوان تولید و نشاط ملی و شکست تحریم دشمنان ما هستند. 58 برنامه در سال 99 داشتیم و امروز 59مین افتتاح پنجشنبه هاست و انشالله امیدواریم تا پایان دولت بتونیم این افتتاح ها رو ادامه بدیم. طرحهای بسیار مهم و عظیمی رو در سال 99 افتتاح کردیم، از پالایشگاه های مهم، از پتروشیمی، از انواع طرحهای آبی خاکی و همچنین حدود 5200 مجموعاً، البته نه در سال گذشته، در کل دولت 5200 که انشاءالله این 5200 به 5700 خواهد رسید در پایان این دولت، و همچنین تصفیه خانه های آب، فاضلاب، پتروشیمی های بسیار عظیم و دو طرح بسیار بزرگی که ما در ماه های آینده در همین دولت پیش رو داریم. یک طرح بزرگ ما که دیروز هم ما ویدیو کنفرانسی در واقع با مسئولین پروژه صحبت کردیم، طرح لوله گوره جاسک هست که 1000 کیلومتر لوله گذاری هست که صادرات نفت ما از خلیج فارس به دریای عمان یک بخش بزرگش منتقل میشه و این بسیار مهمه. در تاریخ ایران این اولین بار هست که دولتی این افتتاح عظیم و بزرگ رو در سال 1400 انجام میده، و اون اینکه از امسال به بعد صادرات نفت ایران از خلیج فارس و از دریای عمان انجام میشه. اونهایی که اهل سیاست و استراتژی و مسائل امنیت ملی هستن میدونن که معنای این حرف چیه و تا چه حد این طرح مهمه. و از آغاز دولت یکی از تأکیدات من به وزیر محترم نفت این بود که یه همچون طرحی رو ما به ثمر برسونیم. در تحریم ما گرفتار یک مسئله شدیم و اون این بود که لوله های 42 اینچی که برای این کار لازم بود و دارای ویژگی های خاص این لوله هست تحریم شدیم، لوله ها رو به ما نمیدادند و ما دچار مشکل شدیم. الحمدلله در داخل تونستیم تولید کنیم و این گره در سال 99 باز شد و الحمدلله این طرح امسال افتتاح خواهد شد. همچنین احیای دریاچه ارومیه که از طرحهای بسیار مهم ما برای منطقه شمال غرب کشور هست و طرحهای مهم آبی خاکی که انشالله افتتاح خواهد شد در منطقه شرق، در منطقه غرب و بقیه طرحها. و خوشحالیم که امروز در چند منطقه آزاد و یک منطقه ویژه ما شاهد افتتاح‌های بسیار خوبی بودیم. 5800 میلیارد تومان ارزش این پروژه‌هایی بود که امروز افتتاح شد و بیش از 5000 نفر رو مشغول به کار می‌کنه، که هم تولید برای ما مهمه و هم اشتغال برای ما مهمه، مخصوصا امسال که در ادامه جهش تولید در پی پشتیبانی از تولید و همچنین رفع موانع از تولید هستیم که بسیار حائز اهمیته و انشالله این راه رو ادامه میدیم.
و این نامگذاری رو نمیگذاریم در حد نامگذاری باشه و در عمل در سراسر ایران اون رو مجسم خواهیم کرد و تا پایان دقیقه آخری که این دولت فرصت داره تلاش خودش رو انجام میده، انشاءالله دولت‌های بعدی هم همین راه رو ادامه خواهند داد. مناطق آزاد برای ما بسیار مهمه و در این دولت سرمایه گذاری بزرگی برای احیای مناطق آزاد شد، برای توسعه مناطق آزاد شد و ما به برخی از مناطق ایران در سفرهای استانی قول دادیم برای منطقه آزاد و البته بلافاصله ما اقدامات خودمون رو انجام دادیم. اقدامات در مجلس شورای اسلامی طولانی شد، از مجلس به هر حال عبور کرد، در شورای نگهبان دچار مشکلاتیه، امیدواریم اینا هم حل بشه در همین سال 1400 و مصوباتی که 3-4 سال ما دنبالش هستیم اینا انشالله ابلاغ بشه و وعده‌ای که به مردم داده شده انشالله در عمل متحقق بشه. خب مناطق آزاد ما از این نظر اهمیت داره. اولا این مناطق آزاد همه در مناطق مرزی ما هست، حالا یا در مرزهای جنوب هست یا در مرزهای شمال هست یا در مرزهای شرقی و غربی، که البته مناطق شرق و غرب طرحهایی است که در پی مصوبات اونها هستیم و دولت اونها رو دنبال میکنه برای اینکه سریعتر انشالله اقدامات لازم رو انجام بده. خب این مناطق آزاد چون در مناطق مرزی است همیشه پیوسته با همسایگان ما هم هست و میتونه از لحاظ تجارت و از لحاظ تولید بسیار مهم باشه. امتیازاتی مناطق آزاد داره هم برای تولید هم برای تجارت و هم برای سرمایه گذاری، به این دلیل که این مناطق بتونه پشتوانه کشور باشه در مرحله اول، پشتوانه استان باشه در مرحله دوم، پشتوانه مردم بومی باشه در مرحله سوم. که شما میبینید پیشرفتی که در کیش انجام میگیره، مردم بومی این جزیره هم از این پیشرفت ها استفاده میکنن. در قشم اگر انجام میگیره همینجوره، مردم بومی جزیره قشم هم از این پیشرفت ها استفاده میکنن. بیمارستان ساخته میشه، مدرسه ساخته میشه، دانشگاه ساخته میشه، مراکز تفریحی ساخته میشه، مراکز گردشگری ساخته میشه و به اضافه این که گردشگر وقتی وارد میشه سودش و بهرهش برای کل اون منطقه و برای کشور هست و مناطق آزاد ما باید اولا جاذبه تولید خودشون رو حفظ بکنن، در مرحله دوم قدرت صادرات داشته باشن و خب قبل از این دولت در برخی از مناطق آزاد ما متاسفانه مناطق آزاد وارد کننده بودن، جنس رو وارد میکردن، حالا به هر حال مالیات کمتری بود، مشکلات کمتری بود، مردم میرفتن اونجا اون جنس که میخواستن از تهران بخرن، از اصفهان بخرن یا از شهرهای دیگه میرفتن اونجا با کمی با قیمت کمی ارزونتر میخریدن میآوردن. خب این خیلی ارزشمند نیست. اونی که ارزشمند هست این که ما از ویژگی های این مناطق استفاده بکنیم و بتونیم تولید کنیم و صادر کنیم، مخصوصا به کشورهای همسایه‌مون بتونیم مواد اولیه مورد نیاز کشور رو وارد کنیم، اونجا انبارهای عظیم باشه، بتونه پشتوانه تولید برای داخل کشور باشه. البته مسئله گردشگری هم سر جای خودش بسیار مهمه. گردشگری یکی از اهداف مهمی بود که این دولت از روز اول اون رو دنبال میکرد. مردم عزیز ما میدونن که در این 7 سال گردشگر در ایران، مخصوصا گردشکارهایی که از خارج وارد ایران میشدن، به 2 برابر افزایش یافتن. البته در این 1 سال اخیر دچار وقفه شد، هم در سال آخر سال 98 همه سال 99
و بخشی از سال 1400 هم باز هم مشکل خواهد داشت بخش گردشگری ما، تا انشالله ما بتونیم با تکثیر واکسن، چه با واردات واکسن، چه تولید داخلی، بتونیم شرایط این بیماری رو به گونه ای باش مقابله بکنیم که مردم بتونن سفر خودشون و گردش خودشون رو انجام بدن. حتما شرایط مناطق آزاد ما از اواسط امسال به بعد حتما بهتر خواهد شد. در زمستان امسال، در بهار سال آینده شرایط مناسبی خواهند داشت. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که در راه این مناطق فعالیت کردن، از مدیر جدید هم که شروع به کار کردن، با نشاط تشکر میکنیم و امید موفقیت در سال جدید برای همه مناطق آزاد داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.